سلام عزیزای دل، امید که هر جای دنیا هستن همیشه سالم و تندرست باشن و همیشه خوشی و سلامتی نثار تمام لحظه های شما باشه. عزیزایی که به کانال ما جدید هستن، شما را خوش آمدید میگم. اگر تا حالا به کانال ما سابسکرایب نکردن، پس گزینه نوتیفیکیشن فعال کنن تا هر وقت که ما ویدیو جدید میگذارم شما اولین کسی باشین که ویدیوی ما را تماشا میکنین. عزیزان، اول ما هم تشکر کنم از تمام شما خوبان عزیزانی که همیشه لطف میکنین و بریم کامنت میفرستین و ما را تشویق میکنین تا که ویدیوهای بیشتر و بهتر برای شما تهیه کنم. جهان سپاس از لطف و مهربانی شما عزیزای من، شما هستین که من هستم. در ویدیو امروز ما هم کله پله آماده کنم، چون امروز آب و هوا واقعا سرده. دیگه آب و هوای سرد و کله پله هم که واقعا میچسبه. ما هم که رسیپی کله پله رو با شما خوبان به اشتراک بگذارم، ای که من چی رقم آماده میکنم در ویدیو ببینین و تا آخر ویدیو با من همراه باشین. و اگر ویدیو دوست داشتین لطفا لایک کنین و جهت حمایت با دوستان خود هم به اشتراک بذارین. بریم خود هم دیگه که شروع کنیم. خب دوستان عزیز، ما و سیرت جان به همکاری همدیگه کله و پاچر پاک کردیم و تمیز کله و پاچر شستم. عزیزان ببینین کلن دندونای را هم دور کردیم. برنجم بنام کردم عزیزان، همچنان دیشب نخوتم بنام کردم و اینا هم موادیه که بری نمک جوش لازم داریم. قبل از اینکه کله و پاچر پخته کنیم، اول باید نمک جوش کنیم. خب بریم ببینیم که چه مواد نیاز داریم. موادی که بری نمک جوش کردن کله و پاچر نیاز داریم اینه که یک دیگه آب میکنیم، کله و پاچر به تا آب اضافه میکنیم و بعد هم دوستان عزیز یک دونه پیاز ریزه میکنیم همراه با چند حب سیر و برگ بو و نمک و مقدار کمی هم زردچوبه. اینا رو به تا دیگه اضافه میکنیم و میگذاریم که کله پاچر جوش بخوره. بعدن کله پاچر صاف میکنیم و مراحل بعدی رو در جریان ویدیو برای شما توضیح میدم. حالا عزیزان من کله پاچر به تدریج اضافه میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا طوری که گفتم یک دونه پیاز و چند حب سیر و برگ بورم اضافه میکنه همراه با نمک. و مقدار کمی هم زردچوبه. خب حالا میگذاریم که آب به جوش بیاد و کله و پاچه کاملا نمک جوش بشه. عزیزان آب به جوش آماده، حالا کله و پاچه میگذاریم داخل موادایی که اضافه کردیم به مدت 5 دقیقه جوش بخوره. خب دوستان عزیز، من کله و پاچر صاف کردم و موادارم آماده کردم. موادی که نیاز داریم، نخود نیاز داریم که من نخود رو دیشب بنم کردم. 2 عدد پیاز بزرگ نیاز داریم که پیازارم مریزه کردم. 4-5 حب سیر رنده شده نیاز داریم. نمک به میزان لازم. پودر زیره 1 قاشق. فلفل قرمز سر قاشق چای خوری. فلفل سیاه نصف قاشق چای خوری. 1 قاشق چای خوری. زردچوبه نیاز داریم. 1 قاشق غذاخوری هم تخم گشنیز نیاز داریم. بسم الله الرحمن الرحیم میگیم عزیزان، حرارت رو روشن میکنیم و روغن رو به تدیگ اضافه میکنیم. خب حالا دو دونه پیاز که داشتیم اینا رو هم اضافه میکنیم عزیزان. دوستان عزیز، به این مرحله من سیر رنده شده هم اضافه میکنم. سیر خود پیازا رو تفت میدم عزیزان تا که سرخ باشه. خب بیشتر از این عزیزان، من سیر خود پیازا رو تفت نمیدم. به این مرحله من کله و پاچر اضافه میکنم. وقتی که کله و پاچر خود پیازا و سیر عزیزان خوب تفت داده، باز به مرحله بعد نخود خود ادویه ها خورم اضافه میکنیم. خب دوستان، حالا به این مرحله من نخود خود ادویه ها هم اضافه میکنم. زردچوبه اضافه میکنم عزیزان. تخم گشنیز اضافه میکنم.
فلفل سیاه، مرچ قرمز، پودر زیره، همچنان نمک را هم اضافه میکنم. آب جوش را هم اضافه میکنیم. به همین اندازه آب کفایت میکنه. حالا حرارت کم میکنم و سر دیگه بسته میکنم و اجازه میدم که کله پاچه کاملا پخته و نرم بشه. حالا سری میزنم به کله و پاچه ببینیم که نرم شده یا نشده. جای شما خاله عزیزان واقعا بوی خوشی بالا کرده. بله دوستان عزیز، کله و پاچه کاملا نرم و پخته شده. به این مرحله من کله و پاچه را از یخنی جدا میکنم و برنج به تی یخنی اضافه میکنم. با من همراه باشین. کله و پاچه را از یخنی جدا کردم طوری که دیدن. به این مرحله چون آب یخنی کمه آب جوش اضافه میکنم عزیزان همراه با نمک و بعدا برنجرم به تی یخنی اضافه میکنم. به همین اندازه کفایت میکنه. کمی هم نمک اضافه میکنم. هم میزنیم عزیزان. بسم الله الرحمن الرحیم. خب دوستان طوری که دیدین برنجارم من اضافه کردم. آبم به اندازه، از این بیشتر نباید آب اضافه کنین چون اگر آب زیاد باشه باز برنج شما خوب در نمیایه. آب به اندازه نیم بند انگشت باید از سطح برنج باشه. که آب برنج ما کشیده میشه و خشک میشه. به این مرحله عزیزان من استخونار از پوست و از گوشت کله و پاچه جدا میکنم. خب عزیزان تا جایی که شد من استخوان‌ها را از پوست و گوشت کله و پاچه جدا کردم. دیگه حال سری میزنیم ببینیم که آیا آب برنج ما هنوز کشیده شده یا نشده. از اطراف عزیزان برنج بالا میکشیم به این رقم.
حال به جای آب دم من قبلا از یخنی کله پاچه کمی جدا کرده بودم که اینا رو اضافه میکنم. من دمی گذاشتم، اول حرارت زیاده، بعد از اینکه از اطراف دیگ تفت بیرون شد حرارت کم میکنم و کله پله و خوشمزه میگذارم که دم بگیره. با من همراه باشین. به به عزیزانی هم از کله پلویی که امروز خود همدیگه پخته کردیم خیلی بوی خوشی بالا کرده. واقعا جای شما خیلی خالیه. دیگه کله پلو دم گرفته، من حال کله پلو سرو میکنم. ببینین عزیزان چقدر عالی آمده، واقعا جای شما خیلی خالی. خب دوستان عزیز، ایم از کله پلویی که امروز خود همدیگه پخته کردیم. واقعا جای شما خیلی خالی عزیزان. دور از دل شما باشه، کاش که شما هم می بودین که با ما یک جانوش جان می کردین. امیدوارم که شما هم طبق رسیپی ما آماده کنین عزیزان. واقعا خیلی خوشمزه و خوشتم میشه. تشکر بسیار زیاد که ویدیو رو تماشا کردین. انشالله که شما هم هر جای دنیا که هستین همیشه در کنار عزیزا خوش شاد و سلامت و موفق باشین. تا دیدار بعد و ویدیوی بعد، خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، همین لحظه سیره جان از جم برگشته دیگه، مایه تست کنه و ببینه که چی رقم شده و واقعیت رو بگه که خوشمزه شده یا نشده. شما دوستا خالی، من دیگه حال شدم سیره تیستر. البته از زانی کله پلو هم امروز به فرمایش سیره جان بوده. خیلی خوشمزه، جای شما هم میگه دوستان خالی. نوش جان سیره جان. بیا سینا جان. سینا جان اینجا گستاد شو بچه من. خوشمزه بود یا نبود؟ کم اون طرف برو که تصویر تو بیای. پیش بابا استاد شو بچه من. رو خوری طرف کن. خوشمزه بود یا بدمزه بود سینا جان؟ هی دامگی یک بدمزه بود.